رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در جلسه خودحافظی با خبرنگاران گفت اجلاس مجمع عمومی امسال به صورت دوگانه مجازی و حضوری برگزار خواهد شد. تیجانی محمدبان، دیپلمات و محقق 63 ساله نیجریایی که از سپتامبر سال گذشته ریاست یک ساله مجمع عمومی را بر عهده گرفت، گفت امسال بیشتر نمایندگی ها را سران کشورها و دولت ها از دور هدایت خواهند کرد و بیانیه ها توسط نمایندگان دائمی کشورها خوانده خواهد شد. چون اجلاس کاملا مجازی نیست بلکه دوگان است. وی تاکید کرد که حضور رهبران جهان در آغاز اجلاس سالانه مجمع عمومی از این نظر اهمیت دارد که پیام می دهد گرد همایی آنها به صورت شرکای مهم و مساوی برای گفتگو درباره مسائل مهم جهان امکان پذیر است. در بخانه سازمان ملل از فروردین ماه تعطیل شد و کارمندان و دیپلماتها به دورکاری پرداختند و جلسات عمده به صورت مجازی برگزار می شد. اما آقای محمدبان در نخستین اجلاس حضوری مجمع عمومی بعد از شش ماه دوری به شرکت کنندگان خوش آمد گفت و اعلام کرد که سازمان ملل یک دهه فعالیت برای دست یافتن به اهداف توسعه پایدار را آغاز می کند. او گفت تا یه شش ماه گذشته سازمان ملل به تأمین نیازهای مردم ادامه داد و از امدادگران و فعالان واحدهای کمکهای انسان دوستانه تشکر کرد. رئیس شورای امنیت در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود گفت طی اجلاس 74 انتخابات مهم برای رئیس مجمع و شورای امنیت و شورای اقتصادی اجتماعی با رعایت فاصله گیری اجتماعی انجام گرفت که باعث تداوم فعالیت های سازمان ملل در مجمع عمومی 75 خواهد شد. هرچند تالار شورای امنیت برای دیدارهای حضوری تعطیل بود اما طی شش ماه گذشته نمایندگان دولتها در نیویورک باقی ماندند و به دیدارهای خود به صورت مجازی ادامه دادند پنجاه هفتمین اجلاس مجمع عمومی روز 22 سپتامبر کار خود را آغاز خواهد کرد زمان پژوهان صدای آمریکا